سلام دوستان، در خدمتتون هستم با قسمت دوم آموزش برنامه Music Maker Jam. همونطور که توی قسمت قبل بهتون گفتم، با این برنامه کاربردی میتونید برای همیشه مشکل کپی رایت موسیقیتون رو حل بکنید. پس حتما کانال تکنوباز رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو هم فعال بکنید که این آموزش های کاربردی رو از دست ندید. خب وارد برنامه میشم. بخش مای میوزیک، قسمت جم کادمی. همونطور که تو قسمت اول بهتون گفتم، اینجا آموزش ها قرار داره. قسمت اول این آموزش قابل استفاده هست، اما قسمت های بعدی قفلن. برای اینکه بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم، باید قسمت اول رو بگذرونیم. بریم که این آموزش رو ببینیم. قسمت اول اصول اولیه رو بهمون یاد میده. استارت، دقیقاً هر کاری که بهمون میگه رو انجام میدیم. دکمه پخش رو لمس میکنم. گفته اگه این آیکون رو لمس بکنیم خاموش میشه و دوباره این کار رو انجام بدیم روشن میشه. این قسمت رو باید لمس بکنیم تا بتونیم صدای مد نظرمون رو از بین صداهای مختلف انتخاب بکنیم. گفته انگشتمون رو به سمت چپ بکشیم. این قسمت رو لمس میکنیم. حالا میگه بیاید یک ساز دیگه اضافه بکنیم. برای همین این به اضافه رو باید لمس کنیم تا بتونیم از بین انواع سازها یک ساز رو انتخاب کنیم. بعد از ساز صدا رو انتخاب میکنیم. مجدد اینجا رو باید لمس بکنیم. حالا میگه بیاید تغییرش بدیم و با یک میکس پک دیگه تلفیقش بکنیم. پس با لمس گزینه کنتینیو ادامه میدیم. دوباره از قسمت به اضافه وارد میشیم، اما این بار میخوایم میکس پک اضافه کنیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که میکس پک اصلا چیه؟ من توضیح میکس پک رو براتون توی قسمت اول گفتم. اگه نمیدونید چیه و براتون سواله، میتونید برید و قسمت اول رو ببینید. خب، حالا باید صدای مد نظرمون رو اضافه کنیم. اینجا گفته که کارتون عالی بود، حالا ما براتون یک چیز کوچیک داریم. کلیم ریوارد رو که لمس کنیم به همون پاداش میده. قسمت اول کامل شد و به همون پوینت داد. میتونیم بریم قسمت بعدی آموزش. قسمت دوم اضافه کردن قطعات جدید برای ساخت آهنگ بهتر. موسیقی رو پلی میکنم. با استفاده از این به اضافه میتونیم یه پارت دیگه اضافه بکنیم. حالا باید انگشتمون رو به سمت چپ بکشیم. اینجا به همون میگه که آهنگ های عالی بیشتر از یک پارتن. حالا بیایید بریم روی پارت دوم کار بکنیم. دوباره به اضافه رو باید لمس کنیم. صدای جدید رو اضافه میکنیم. گفته که حالا بیاید دوتا پارت رو با هم پخششون بکنیم. از این آیکون بالا سمت راست میتونیم حالت پخش رو تغییر بدیم. گزینه دوم رو گفته انتخاب بکنیم. اینجا میگه که آهنگتون رو گوش بکنید و به سطح بعدی برسونیدش. قسمت دوم هم کامل شد و اینم پوینتم. بریم جلسه سوم، ضبط آواز و صدا. استارت، گفته بیاید یه چیزی ضبط بکنیم. پس با لمس این میکروفون میتونیم به صفحه ضبط بریم. اینجا میگه قبل از اینکه ضبط صدا کار بکنه، باید دستگاه شما آزمایش بشه. هدفونتون رو میتونید وصل بکنید و گوشی رو تا حد امکان به میکروفونتون نزدیک بکنید. خب من از اونجایی که هدفون وصل نکردم، این قسمت سوال کرده که آیا مطمئنید که میخواید بدون هدفون ادامه بدید؟ Yes. دوباره اینجا میگه برای کیفیت بهتر موقع ضبط خوبه که هدفونتون رو وصل بکنید. برای شروع ضبط باید این آیکون میکروفون رو لمس بکنید. الان در حال ضبطه. اینجا گفته میتونید دوباره ضبط بکنید یا به میکس ادامه بدید. اگه خواستید دوباره ضبط بکنید، try again رو لمس میکنید. اگه هم نه، با گزینه continue ادامه میدید. با لمس کردن این آیکون میتونید به صفحه میکسر برگردید. برای تنظیم میزان صدا، این نوارها رو گفته میتونید بالا و پایین بکنید. ready؟ اگه خواستید دوباره ادامه بدید، گزینه try again، اگه نه، done رو لمس میکنید. گفته آهنگی که ساختید به خوبی میکس شده. قسمت سوم هم کامل شد و بهمون پوینت رو داد. بریم قسمت چهارم. اینجا میخواد تغییراتی رو ایجاد بکنه. دوباره موسیقی رو پلی میکنیم.
این قسمت بهمون یادآوری میکنه که با لمس هر کدوم از این آیکون‌های پایین میتونیم اونا رو خاموش و یا روشن بکنیم. اینجا گفته بریم و مهارت‌های جدیدمون رو با اضافه کردن یک قطعه آهنگ دیگه آزمایش کنیم. از این قسمت بالا با لمس به اضافه یک پارت دیگه اضافه میکنم و به پارت جدید میرم. برای پارت جدید باید یک صدا هم اضافه کنیم. حالا ازمون میپرسه که آماده اید پروژتون رو ذخیره بکنید؟ Yes. از این منوی سمت چپ وارد میشیم و گزینه دوم Save Project رو انتخاب میکنیم. اینجا هم برای پروژمون میتونیم یک اسم انتخاب کنیم. اوکی؟ حالا به همون میگه اولین پروژتون رو ساختید و میتونید از پوینت هایی که به دست آوردید استفاده بکنید. قسمت چهارم هم کامل شد. این قسمت هم برای نظردهی در مورد اپ هستش. No thanks. به همون میگه الان به اندازه کافی پوینت دارید تا میکس پک جدید دریافت کنید. اگه خواستید میکس پک جدید دریافت کنید با گزینه Go to the Store وارد بخش فروشگاه بشید و اگه هم میخواید به ساخت آهنگ ادامه بدید با گزینه Continue Jamming ادامه بدید. خب دوستان، قسمت دوم این آموزش هم به پایان رسید. امیدوارم این آموزش براتون کاربردی باشه. یادتون نره که کانال تکنوباز رو حتما سابسکرایب کنید تا از این آموزش های کاربردی بتونید استفاده بکنید. لایک این ویدیو هم فراموشتون نشه. منتظر نظراتتون تو کامنت ها هستم. هر سوالی هم داشتید اونجا حتما بپرسید. متشکرم. موفق باشید.